در این درس می‌خوایم در مورد 50 تا از پرکاربردترین جمله‌هایی که در انگلیسی باید بلد باشید صحبت بکنیم، به اونها بپردازیم، با هم تمرینشون بکنیم، خوب یاد بگیریم و حسابی بهتر کنیم. شروع می‌کنیم. How is it going? How is it going? How's it going? یعنی چطور میگذره؟ اوضاع چطوره؟ Long time no see. Long time no see. Long time no see. وقتی که یه نفر رو خیلی وقت ندیدید از این عبارت استفاده میکنید. Long time no see. خیلی وقته که ندیدمت. اوکی، بعدی. What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? یعنی مشغول چه کاری بودی؟ این اواخر مشغول چه مسئله بودی؟ اوضاع چطور بوده برات؟ یه همچین معنی و همچین کاربردی داره. بعدی can't یا cannot complain. Can't complain. این عبارت کاملش اینجوری بوده، یه I اولش داشته. I cannot complain. I cannot complain. I can't complain. نمیشه غر بزنم، نمیشه گلایه و شکایت بکنم. میگذره اوضاع، همچین خوبه، میگذره، غر نمیزنم. اوکی؟ بعدی How do you know? How do you know? How do you know? یعنی چطور میدونی؟ از کجا میدونی؟ چطور شده که تو میدونی؟ از کجا میدونی ماجرا رو؟ اوکی؟ That is a good one. That's a good one. That's a good one. یعنی این یکی از اون خوباشه. مثلا طرف یه حرفی میزنه یا یه پیشنهادی میده، شما میگید That's a good one. یا مثلا یه دستگاه جدیدی خریده، یه موبایل جدید خریده، بعد شما میگید That's a good one. یعنی این یکی از اون خوباشه، این موضوع یکی از اون موضوعات خوبه، این دستگاه یکی از اون دستگاه خوبه. از اون این one برمیگرده به اون موضوعی که شما دارید در موردش صحبت میکنید با فرد. اوکی. It is very kind of you. It's very kind of you. It's very kind of you. این از لطف بسیار زیاد شماست، معنیش هم مشخصه. Okay. Thank you anyway. Thank you anyway. Thank you anyway. فرض کنید که طرف یه کاری برای شما کرده ولی اون کاری که میخواستید و مورد نظرتون بوده نبوده و خیلی مورد توجه شما قرار نگرفته و در حقیقت اون چیزی که میخواستید نشده، شما میگید به هر حال ممنونم. Thank you anyway. Okay. Thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. پیشا پیش سپاسگزارم. روی این کلمه خیلی مناقشه هست. بعضیا میگن باید استفاده بشه، بعضیا میگن نباید استفاده بشه. به هر حال رایجه، خیلی استفاده میشه. Thank you in advance. پیشا پیش سپاسگزارم. اوکی. No worries. No worries.
No worries. یعنی چی؟ نگرانی نداشته باش. نگرانی نداره. اوکی، نگران نباش. نگرانی نداشته باش. اوکی میشه. همچین کاربردی داره. اوکی؟ What is going on? What is going on? What's going on? خیلی ساده تر، خیلی مختصر گفته میشه What's going on? یعنی چطور میگذره؟ اوضاع چطوره؟ روزگار چطور میگذره؟ یه همچین کاربردی داره. Okay. Did I get you right? Did I get you right? Did I get you right? منظورتو درست گرفتم؟ درست گرفتم چی گفتی؟ منظورتو متوجه شدم؟ به همچی معنی و همچی کاربردی استفاده میشه. Okay. Do not take it to heart. Don't take it to heart. Don't take it to heart. این عبارت معنی و کاربردش یعنی خیلی به دلت بد راه نده، به دلت نگیر، این چیزی که گفتم رو به دل نگیر، خیلی ناراحت نشو از چیزی که گفتم، مشخصه. اوکی. I did not catch the last word. I didn't catch the last word. I didn't catch the last word. Okay. Sorry, I was not listening. Sorry, I wasn't listening. Sorry, I wasn't listening. ببخشید در حال گوش دادم به چیزی که میگفتی نبودم، گوش نمیدادم چی داری میگی. وقتی که منظور طرف رو متوجه نمیشین میتونید از این عبارت استفاده بکنید. در کل مفهومش اینه که یه بار دیگه بگو چیزی که گفتی. اوکی. It does not matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Okay, توی امریکایی اگر بخوای تلفظ امریکنش رو بدونید میشه It doesn't matter. تی رو خیلی جدی و محکم نمیگن امریکایی ها. It doesn't matter. Okay. Fingers crossed. Fingers crossed. Finger crossed. توی فرهنگ انگلیسی کلن وقتی که شما آرزوی موفقیت برای کسی میکنید میگن انگشتامو به صورت صلیب در میارم، یعنی همچی حالتی، یعنی آرزوی موفقیت میکنم برای شما. Okay. Oh, that explains it. Oh, that explains it. Oh, that explains it. شما فرض بگیرید که مثلا دوستتون یا همکارتون دیروز خیلی خوشحال بوده و شما متعجب بودید که چرا، مثلا خود دلیل خوشحالیش چیه، بعد امروز متوجه میشید که بله یه آزمون قبول شده یا این یه ترفیع درجه گرفته یا همچی اتفاقی افتاده، بعد شما میگید Oh, that explains it. یعنی چی؟ آها، این ترفیع، این اتفاق اون خوشحالی قبلیشو توضیح میده. خیلی استفاده میشه و تو فارسی هم داریم دیگه، میگه آها این به خاطر اون بود. Oh, that explains it. Okay. Things happen. Things happen. Things happen.
اتفاق دیگه پیش میاد، زندگی پر از اتفاقات عجیب غریبه. اینو گفته میشه یه اتفاقی که میفته و شما طرف داره برای شما یه تعریفی میکنه، یه ماجرایی رو تعریف میکنه، یعنی خیلی چیز تعجب برانگیزی نیست، همچی اتفاقاتی میفته دیگه. اوکی، Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. یعنی متاسفم که مزاحمت شدم. ببخشید که مزاحمت شدم. ببخشید که ایجاد زحمت کردم. Okay. I will be with you in a minute. I will be with you in a minute. I will be with you in a minute. یه دقیقه دیگه میام. یه لحظه صبر کن. یه دقیقه دیگه میام پیش شما. همچی معنی و کاربردی داره. Okay? Where were we? دوستان توجه بکنید. سه تا W که اول این کلمات دارید میبینید تلفظش دابلیوه. شما زمانی که میخواید دابلیو رو تلفظ بکنید لبهاتون تقریبا حالت بوسه باید باشه و هوا بیرون بیاد از دهان شما. تلفظش با وی فرق میکنه. شما زمانی که میخواید وی رو تلفظ بکنید نیش دندونهای بالا لب پایین رو با این میگزه و میگید وی، مثلا مثل ویکتوری، مثل وحید. اوکی؟ ولی وقتی که میخواید بگید Where were we؟ توجه بکنید. Where were we؟ کجا بودیم؟ خیلی استفاده میشه دیگه. چیکار میکردیم؟ کجا بودیم؟ در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم؟ یا شما یه موضوعی حواستون پرت میشه دوباره، یا یه مشغول یه کار دیگه میشید بعد میخواید ادامه یه صحبتتون رو از سر بگیرید، میگید Where were we؟ کجا بودیم؟ چیکار میکردیم؟ چی میگفتیم؟ اوکی؟ پس توجه بکنید. تلفظش با وی فرق میکنه دابلیو. این موضوع خیلی اهمیت داره، در تلفظهای درستتون باید در نظر بگیرید. اوکی. I am sorry I didn't catch you. I'm sorry I didn't catch you. I'm sorry I didn't catch you. ببخشید من منظور شما رو، گفته شما رو متوجه نشدم. اوکی. Lucky you. Lucky you. Lucky you. یعنی چی؟ یعنی خوش به حالت. چه خوش شانسی، چه خوش اقبالی، خوش به حالت. اوکی. I freaked out. I freaked out. I freaked out یعنی که خیلی عصبانی بشید یا خیلی بترسید یا خیلی هیجان زده بشید. یعنی مثلا طرف یه چیزی داره برای شما تعریف میکنه بعد شما یه دفعه میگید، دیگه تو فارسی هم داریم دیگه، میگم وای پشمام ریخت، همچین چیزایی الان جدیدن داره استفاده میشه، گفته میشه دیگه. یعنی خیلی ترسیدید، خیلی هیجان زده شدید، یا خیلی عجیب بوده ماجرا براتون، خیلی ترسیدید. I freaked out. اوکی. Good for you. Good for you. Good for you. تقریبا معادل lucky you، یعنی که خوش به حالت، خوش به اقبالت، چه خوب شده برای تو. یه همچین کاربرد و همچین معنی داره. Okay. You have got to be kidding me. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me.
وقتی که طرف یه چیزی به شما میگه که شما اصلا باور کردنی نیست ماجرا براتون، یا اینکه اصلا باورتون نمیشه، میگه تو واقعا داری با من شوخی میکنی، جدی نمیگی، میگه چی؟ You've got to be kidding me. یا مثلا خیلی راحت تر میتونید بگید Are you kidding me؟ یعنی داری با من شوخی میکنی؟ Okay. Cheer up. Cheer up. Cheer up. کاربردی داره که یعنی میگذره اوضاع، به خودت سخت نده، اوضاع سخت میگذره، خیلی نگران نباش. یه همچین کاربردی داره، میگه اوضاع میگذره، خیلی نگران ماجرا نباش. یعنی یه نفر وقتی در یک سختی یا موقعیتی قرار گرفته، اوضاعش خیلی مشکله، شما میخواید بهش بگید که روزگار میگذره. پس این عبارت این کاربرد رو هم داره. اوکی، بعدی Come on. You can do it. Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on به تنهایی یعنی بی خیال، یا اینکه you can do it، تو از پسش برمیای. وقتی که طرف یه جا میخواد جا بزنه، میخواد تشویقش کنید، یا میخواد بگید بابا تو میتونی از پس این کار بر بیایید، از این عبارت استفاده میکنید. Come on, you can do it. Okay. بعدی Keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work. یعنی به کار خوبی که داری انجام میدی ادامه بده. این عبارت برای تشویق کردن، برای خوشحال کردن و این کسی که یه کاری انجام داده میخوای تشویقش بکنید استفاده میشه. Okay. It is not the end of the world. It's not the end of the world. It's not the end of the world. آخر دنیا که نیست، دنیا که به آخر نرسیده، امید داشته باش، ادامه بده، قوی باش، آخر دنیا که نیست عزیزم، مشخص معنیش. اوکی، بعدی That's lit. یاد That's amazing. That's lit. Yeah, that's amazing. That's lit. That's amazing. یعنی شگفت انگیزه، حیرت آورش، شگفت انگیزه. من استفادهش هم که مشخصه، وقتی شما یه چیز جالب و جدید میبینید، چیز خیلی هیجان انگیز میبینید، میتونید از این عبارت استفاده بکنید. اوکی. There you go. There you go. There you go. این عبارت به معنی این است که یک اتفاقی افتاده، بعد شما میخواید به رفیقتون بگید که یا به همکارتون بگید بفرمایید تحویل بگیر، یا اون چیزی که میخواستی بفرمایید تحویل بگیر. دیدی من میگفتم؟ There you go. یا اینکه همچنین برای تشویق هم ممکنه استفاده بشه، یا اینکه یک اتفاق خیلی عجیبی که بیفته شما بخواید بهش اثبات کنید حرفتون درست بوده، یا بهش بگین بفرمایید دیدی نشونت دادم، دیدی بهت گفتم، از این عبارت استفاده میشه. اوکی. Not a bit. Not a bit. Not a bit. این عبارت برای وقتی استفاده میشه که در مورد اون موضوعی که به شما پیشنهاد میدن خیلی تمایل ندادید. میشه گفت معادل اینه که نه خیلی زیاد، خیلی نه، و در واقع عدم تمایل و بیمیلی شما رو به یک موضوع نشون میده. اوکی. There is
No room for doubt. There is no room for doubt. There's no room for doubt. یعنی هیچ شکی وجود نداره، یعنی خیلی مطمئنیم، هیچ شکی وجود نداره. اوکی، there is no room for doubt. اوکی، I will text you. I will text you. I'll text you. بعدم برات پیام میفرستم. اوکی؟ It is not worth it. It's not worth it. It's not worth it. معمولا این عبارت وقتی استفاده میشه که شما در یک موقعیتی قرار گرفتید، یک پیشنهادی به شما داده میشه یا یک پروژه‌ای به شما گفته میشه، شما میخواید بگید نه، ارزشش رو نداره، به درد نمیخوره، فایده نداره. It's not worth it. اوکی. بعدی، You rock. You rock. You rock. یعنی کارت درسته. ایول، برای تشویق استفاده میشه. وقتی که یه نفر یه کار خیلی عجیب و خیلی خاص و کار خوب انجام میده، معادله میشه گفت دمت گرم فارسی هم هست. کارت خیلی درسته. ایول، بابا کارت درسته. یه همچین معانی و همچین کاربردهایی در فارسی داره. اوکی، بعدی، You should go the extra mile. You should go the extra mile. You should go the extra mile. این عبارت وقتی استفاده میشه که شما میخواید به کسی بگید که باید بیشتر کار بکنید، باید بیشتر سعی بکنید، بیشتر از گذشته تلاش بکنید. خب این رو ما به شما میگیم For learning English you should go the extra mile. باید بیشتر تلاش بکنید، بیشتر سعی بکنید. اوکی؟ بعدی، Step up your game. Step up your game. Step up your game. یه موقع دیدید توی کارهای تیمی بعضی‌ها هستن که اون کاری که باید انجام بدن، اون وظیفه‌ای که دارن رو خوب انجام نمیدن. این عبارت معادل این است که باید بهتر کار بکنی، باید بهتر تلاش بکنی، بهتر مشارکت داشته باشی، بیشتر تلاش بکنی. معنی این عبارت و کاربردش به این صورته. اوکی، بعدی، Pull yourself together. Pull yourself together. Pull yourself together. این عبارت وقتی استفاده میشه که شما میخواید به فردی بگید که خودتو جمع جور کن، نرمال رفتار کن. یه همچین معانی داره و همچین کاربردایی داره که شما در شرایط دشوار وقتی که طرف یک حرکات یا یک رفتار عجیب غریب میکنه بهش میگید بابا خودتو جمع کن، درست رفتار کن. اوکی، بعدی، You sold me. You sold me. You sold me. این عبارت در موقعیتی استفاده میشه که شما فردی با اصرار و تاکید روی نظر خودش شما رو متقاعد کرده. با این کاربرد استفاده میشه که طرف شما رو متقاعد کرده به یه کاری، بهش میگیم You sold me. اوکی، بعدی،
could not care less. این اولش دقت داشته باشید که یه آی داشته. I couldn't care less. I couldn't care less. یعنی که شما براتون اصلا اهمیت نداره. اصلا مهم نیست براتون. یعنی بیشتر از این نمیتونم بی اهمیت باشم به قضیه. یعنی اصلا در کل اهمیتی برای شما نداره. Okay. This is a no-brainer. This is a no-brainer. This is a no-brainer. معنیش اینه که یه کار خیلی ساده است، یک تصمیم بسیار ساده است، خیلی نیاز نیستش که شما مغز روش بذارید، فکر روش بذارید، خیلی فکر بکنید در مورد موضوع. یه اتفاق خیلی ساده است، سریع میشه تصمیم گرفت و رفت جلو. اوکی، بعدی. You screwed up. You screwed up. You screwed up. یعنی تو گند زدی، خراب کردی، خیلی بد کار کردی. اوکی؟ خیلی استفاده میشه. You screwed up. گند زدی به کار، خیلی خراب کاری کردی. اوکی، بعدی. You are driving me nuts. You are driving me nuts. You are driving me nuts. معنیش این است که شما خیلی در مقابل رفتار یک نفر ناراحت شدید، عصبانی شدید، میگید که تو داری منو عصبانی میکنی، تو داری منو دیوونه میکنی، اون روی سگ منو میاری بالا. You are driving me nuts. اوکی، بعدی. Can you cover me? Can you cover me? Can you cover me? فرض بگیرید که شما مرخصی میخواید برید یا یه کاری دارید میخواید برید بهش برسید، نمیتونید به کار خودتون در محل کارتون پردازید یا وظیفه خودتون رو مثلا سر یک پروژه دانشجوی انجام بدید. به رفیقتون میگید Can you cover me؟ یعنی میتونی منو پوشش بدی؟ میتونی منو کمک کنی که کارمو انجام بدی، من به اون کاری که خودم دارم برسم؟ توی بازی جنگی یا توی جنگ هم استفاده میشه، میگه میتونی منو پوشش بدی. اوکی، بعدی. I would better be going. I would better be going. I would be better be going. معنیش این است که شما وقتی که میخواید به راه بیفتید و جایی رو ترک بکنید، میخواید بگید چی؟ میخوام برم، من دیگه بهتره که برم، بهتره که برم، بهتره که اینجا رو ترک کنم، از این عبارت استفاده میشه. اوکی، بعدی. Thank heavens it's Friday. Thank heavens it's Friday. Thank heavens it's Friday. بیشتر در محل کار استفاده میشه که شما از کار خسته شدید، حالا میخواهید برید به تعطیلات آخر هفته بپردازید و به کار خودتون بپردازید و یک استراحتی داشته باشید. این عبارت گفته میشه Thank heavens it's Friday. اوکی، آخرین عبارت. Take care. Take care. Take care. یعنی مراقب باش، مواظب خودت باش. وقتی که میخواید خداحافظی کنید از رفیق نزدیکتون، از عزیزانتون، اطرافیانتون، take care، مراقب باش، حواست باشه، مراقب خودت باش، مواظب خودت باش. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. مواظب خودتون باشید. حتما ویدیو رو طبق روشی که گفته میشه تمرین بکنید. بسیار اهمیت داره که شما طبق روش تمرین بکنید، طبق روش تکرار بکنید، با صدای بلند صدای خودتون رو ضبط بکنید، بیان بکنید، گوش بدید به صدای خودتون،
با نحوه بیان درس ها مقایسه بکنید. این موضوع بسیار اهمیت داره. باز هم سپاسگزاریم از همراهیتون. لطفاً ویدیوها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید بتونن استفاده بکنن. حتما فراموش نکنید که کانال رو دنبال بکنید و ویدیوها رو شیر بکنید، در اختیار دیگران هم قرار بدید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون و اینکه ما رو حمایت میکنید در تیم انگلیسی مثل آب خوردن. ایام به کام، موفق باشید.